برخلاف تصور رایج، چیزی از تعداد مراکز واکسیناسیون که کم نشده هیچ، همه مراکز با تمام قوا آماده ایمن کردن مردم در مقابل عضو جدید خانواده کرونا هستند. مردم برای دوز اغلب دو و سه میان دیگه پیش ما، به ندرت دوز یک داریم. باید برای یادآوری و اینکه به هر حال سیستم ایمنی جامعه قوی تر بشه این کار انجام بشه. اگرم بگیریم حداقل در سطح پایین ترش میگیریم، یعنی با گرفتاری کمتر. روزایی بود که ما 500 تا 600 تا تقریبا فوتی داشتیم، الان 23 25 30. شیوع بالا و کشندگی پایین از ویژگی های اومیکرون، اما این سویه همچنان ناشناخته است و به گفته کارشناسان عملکردش تا حد زیادی بستگی به رفتار ما داره. ما تا حالا مرگ ناشی از اومیکرون گزارش نکردیم. میتوانه در زمان کوتاهی جمعیت زیادی رو مبتلا بکنه. دو چیز بیشتر باقی نمیمونه برای کنترل بیماری: یک، بالا بردن پوشش واکسیناسیون که هنوز ما رو راضی نکرده; دو، مسئله کنترل های بهداشتی. اما مردم هم برای تکمیل ایمنیشون با چالش هایی مواجه هستند. کوک بلاس میگه نه دو سه دفعه تا حالا اومدن. چرا نباید این واکسن به صورت مرتب تو این مراکز نباشه؟ شما اینجا خلوته، اگر این بود فکر می‌کنم خیلی شلوغ‌تر از این بود. برای پیگیری این چالش به وزارت بهداشت رفتیم. شماره تلفن اون پایگاه نزدیک منزلشون که میخوان مراجعه بکنن زنگ بزنن و از نوع واکسنی که در اونجا هست مطمئن بشن مراجعه بکنن. در مورد آسترازنکا من مجدد تاکید بکنم، یک کمبود مقطعی داشتیم که این کمبود مقطعی هم خوشبختانه برطرف شده و ما در روزهای آینده واکسن رو در توزیع خواهیم کرد و هیچ مشکلی از جهت تنوع واکسن دیگه در مرکز نخواهیم داشت. هنوز 11% جمعیت هدف، یعنی حدود 7 میلیون ایرانی بالای 12 سال، حتی یک نوبت واکسن هم دریافت نکردند و این افراد بیش از همه در خطر ابتلا به اومیکرون هستند و خطرناک برای سایر افراد جامعه. واکسن زدن هم خود ما رو حفظ میکنه، سلامتمون رو، و هم اطرافیان و جامعهمون رو. این مسئولیت اجتماعی رو به جا بیاریم و ایمنیمون رو تکمیل کنیم با نوبت سوم ان شاءالله. خیلی ممنون. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.